عنوان صحبت من هست بدبختی و خوشبختی علوم انسانی در ایران. این خلاصه که عرض میکنم چیزی هست که در این نشریه شماریه که آزادی اندیشه آمده. از بدبختی علوم انسانی صحبت کنم و این بدبختی از جنس این نیست که یکی فشار معرفتی رو این وارد میکنه. بدبختی علوم انسانی در ایران برمیگرده به اون چیزی که به آلمانی بهش گفته میشه گلایشالتونگ. این گلایشالتونگ یعنی این صاف کردن و داغون کردن دانشگاه از یک معرفت بر نخواسته، از یک اراده به قدرت برخواسته. یعنی معرفت فرع این قضیه است، بحث با آقای جوادی آملی و دیگرون فرع قضیه است. فرع سلطه فاشیسم، سلطه اسلامیسم هست و پدیده گلایشالتونگ ایرانی. یعنی بدبختی علوم انسانی رو در ایران من زیر مفهوم گلایشالتونگ اسلامیستی ایرانی طبقه بندی میکنم. خوشبختی علوم انسانی در ایران چیه؟ خوشبختی علم به داشتن مسئله است. هر چقدر این مسئله بزرگتر باشه میتونه یک جهشی رو ایجاد، ولی به شرطی که این مسئله بزرگ تبدیل به سوال بشه. بر این قرار بدبختی علوم انسانی در ایران یک بدبختی واقعیه، ولی خوشبختی ما یک پتانسیله، یک چیز بالقوه است. آیا ما به این خوشبختی بتونیم دست بیابیم یا نیابیم بحث دیگه است. این خلاصه حرف منه که اگر نتونستم توضیحش بدم بدونید که کجای جهان ایستادم. اما ما در دوره بحران و تضاد قرار داریم و این بحران و تضاد میتونه خیلی دوران خوبی باشه. هگل گفته که نیاز به فلسفه از شکاف و از بحران برمیخیزه و ما به اندازه کافی بحران و شکاف داریم که این مغز ما بالاخره تکون بخوره و بتونیم بیاندیشیم که اوضاع از چه قراره، که به نظر من هنوز این تکونها خیلی کم هست. در انقلاب مشروطیت، در آستانه اون علائم بحران دیده شد، علائم شکاف ایجاد شد و دیدید که همون شکاف و همون بحران نطفه اندیشه اجتماعی یا اون چیزی که بهش میگیم علوم انسانی و اجتماعی رو برانگیخت. پرسیدن آغاز شد، ترجمه آغاز شد و دچار یک مشکلات عظیم بودیم در آغاز، چون با یک دنیای کمپلکس مواجه بودیم ولی مفهوم براش نداشتیم و این کار حرکت شد، مفهوم سازی صورت گرفت و این مفهوم سازی ها ابتدا با کمک این مفهوم ها ما تونستیم درک مفهومی پیدا کنیم از مفهوم قانون، دولت، نظم. و در ادامه با ورود اندیشه چپ در ایران که ستون اصلی اندیشه اجتماعی و علوم انسانی رو به اعتباری ساخت خارج از محیط آکادمیک، مفهوم‌هایی ساخته شد برای طرح مسئله اجتماعی در ایران. ولی در این دوران مفهوم‌سازی آغازین خیلی چیزهای دیگه مفهوم ساخته نشد، از جمله اگر ساخته شد برای استقلال بود، برای عدالت اجتماعی بود
برای قانون بود تا حدی، ولی در رابطه با آزادی مفهوم سازی نشد. به این خاطره که ما وقتی که وارد انقلاب به اصطلاح اسلامی میشیم مفهوم کم داریم برای توضیح این پدیده، و اولین کاری که میکنیم بعد از ابتدا بردن این زیر یک ژارگون چپ، وقتی اون شکست میخوره بردن زیر در واقع پارادایم مدرنیزاسیون یعنی سنت و مدرنیته، و بعد یک دفعه وارد این دوره پست مدرن میشیم و یک آشفتگی مفهومی دوچارش میشیم، و هنوز ما در دوران این آشفتگی مفهومی وجود داریم. پارادایم انقلاب رو که و پارادایم مدرنیزاسیون رو که سنگینی میکرد بر اندیشه اجتماعی در ایران، اینها دوچار بحران زده شدند، ولی پارادایم مربوط به ترانزیشن و گذار به اینا نتونستیم در این زمینه مفهوم سازی بکنیم، یعنی ما با مسائل بزرگی مواجه شدیم و نتونستیم. در ایران متاسفانه چیزی شکل نگرفت که متناسب با اون چیزی که در آلمان بهش میگن اشترایت در فاکولتیت، این در واقع ستیز دانشکده ها، اون گونه که کانت مطرح میکنه. در ستیز دانشکده ها در نهایت برمیگرده، کانت میگه که دانشکده فلسفه باید سر باشه بر دانشکده پزشکی، چون اینکه حقیقت چیه و اینکه آزمون چیه اینو ما تعریف میکنیم. باید سر باشه بر دانشکده حقوق، چون این چیزی که حق چی هست اینو ما تعریف میکنیم، و باید سر باشه بر دانشکده تئولوژی، بر الهیات. چرا؟ چون ما اندیشه انتقادی داریم و اونا فقط اعتقاد دارن و اندیشه انتقادی ندارن. علوم انسانی در غرب از ستیز دانشکده ها برخاست و شکل گرفت، و این ستیز دانشکده ها در واقع همون روند در واقع سکولار هست، همراه با انکشاف اندیشه اجتماعی در غرب که جزئیاتش رو همه متخصص هستید میدونید، ولی ما چنین چیزی رو نداشتیم. ایدئال برای علوم انسانی این بود که یک دانشکده خوب شکل بگیره و یک حوزه باشعور دینی وجود داشته باشه و اینا بتونن بحث کنن. این ستیز میتونست خیلی بارور کنه ما رو، ولی این ستیز صورت نگرفت. حوزه رفت توی خودش، بعد از مدرنیزاسیون رضاشاهی وارد فاز شیعه پهلوی شد و به فکر بیزینس خودش آمد و با حسرت نگاه میکرد که سرمایه سمبولیک از دین منتقل شده به دانشگاه، و این حسرت رو داشت و این که وجود این، و بعد میبینیم که این مارکسیزم هست که میاد حوزه رو تازه شروع میکنه به فکر کردن، یعنی به صورت واکنشی. نگاه کنید به کتاب متحری و طباطبایی در مورد رئالیسم، و این حسرت وجود داشت، و وقتی که این اراده به قدرت جواب خودش رو داد، موضوع تصرف دانشگاه پیش آمد. به هیچ وجه انگیزه معرفتی وجود نداشت. اینجا ستیز اصلی انگیزه برمیگشت بر سر تصرف یک سرمایه سمبولیک، و بعد گلایشالتونگی رو که شروع کردن با انقلاب فرهنگی، و این گلایشالتونگ رو ادامه دادن با این موضوع اسلامی سازی، و اسلامی سازی همزمان با یک نئولیبرالیزم تحو آور اسلامی همراه شده و تبدیل به یک بیزینس شده، یعنی مفهوم بیزینس بودن رو خودشون هم به کار میبرن. ولی این که این وضع چجوری هست و آیا ما از این بدبختی که وجود داره
بر اندیشه، بر فکر وجود داره. آیا این بدبختی رو ما به عنوان مسئله میبینیم که از این بتونیم به سوال تبدیل کنیم و این سوال برای ما جهش ایجاد کنه؟ در این شک وجود داره. مشکل بزرگ ما این هست که جهان آکادمیک غرب به مسئله ما پاسخ نمیده. تمام پارادایم هایی که اینجا تدریس میشه و شکست شدن در پاسخ به اسلامیزم به عنوان پدیده مشابه با فاشیزم، همه تئوری ها در مورد مدرنیزاسیون، همه تئوری ها در مورد این شکست خوردن. یعنی اینجا است که ما دچار این میشیم که ما مسئله داریم، از این آکادمی هم کمک نمیگیریم. این رو ما باید فکرش کنیم. یعنی ما اگر بتونیم حرکت کنیم، ما میتونیم به جهان هم این خدمت رو بکنیم که بیایم بگیم اینجا یک مسئله وجود داره و این مسئله این هست. از این نظر مهمه این که من خیلی مقایسه میکنم وضعیت خودمون رو با اون چی که زیگموند باومن در توضیح فاشیزم، در توضیح هولوکاست مطرح میکنه. زیگموند باومن میگه که جامعه شناسی کلاسیک آکادمیک در توضیح هولوکاست شکست خورده و نمیتونه این پدیده رو توضیح بده. هولوکاست این ارزش رو داره برای جامعه شناسی به قول زیگموند باومن که بگه اینجا مسئله‌ای هست که شما ندیدید و نمیتونید و پیشبینی نشده بود. خوشبختی ما در این هست که میتونیم دست بذاریم رو سوریه و دست بذاریم رو ایران، بگیم اینجا مسئله‌ای هست که شما ندیدید و ما باید این مسئله رو بیان کنیم. ولی همین کلاس‌هایی رو که سمینارهایی رو که در این سه روزه دیدید نگاه کنید دوستان، متاسفانه بگم بیزینس از یوزوال، انگار که صدای فاجعه رو نشنیدیم و به قول برتولد برشت گویا هنوز خبر بد رو نشنیدیم. مرسی.